علت دیگه خشم مردم نسبت به شاه این بود که شاه شکاف طبقاتی شدیدی ایجاد کرده بود. از یک طرف شاه برای خودش جشن‌های پرخرج 2500 ساله می‌گرفت، به مناسبت جشن تولدش فستیوال و مسابقات ورزشی را می‌انداخت، دربار شاه اطرافیانش توی قصرهای مجلل زندگی می‌کردند و در میهمانی‌های اشرافی خوش می‌گذروندند، ولی از اون طرف بخش زیادی از مردم در حلبی آبادهای حاشیه شهرها روزگار رو سپری می‌کردند. پس این که میگن شاه تونسته بود پیشرفت های زیادی ایجاد کنه چی؟ پنجمین ارتش دنیا رو ساخته بود و اینا چی؟ هیتلر هم توی آلمان بناها و جاده های زیادی ساخت. همین الان هم توی حکومت آخوندی ممکنه یه جایی بالاخره یه برجی یه پارکی بسازن، ولی اینها که چیزی در ماهیت دیکتاتوری این حاکمیت ها عوض نمی کنه که. مهم سرکوب آزادی ها و اصل دعوا حاکمیت مردمه که وجود نداشته. در ثانی پر واضحه که همه دیکتاتورها بیش از هر چیز برای حفظ حاکمیت خودشون خرج میکنند. ارتش شاه و گارد جاویدانش هم مأموریت اصلیشون حفظ حکومت شاه بود. خرجهای هنگفت شاه برای ارتشش همیشه سوال برانگیز بود. You will when you have your full number of British tanks outnumber the British army itself by number of tanks by two or three times. Isn't this over insurance? Well, I could say maybe you don't have enough tanks. البته خیلی زود مشخص شد که مأموریت اصلی تانک‌های شاه حمله به مردم بی‌دفاع در خیابون‌های تهران بود. شاه این تانک‌ها رو برای ایجاد حکومت نظامی می‌خواست. شلیک سربازان شاه به مردم یکی از عوامل جدی در شدت بخشیدن به اعتراضات خیابونی و افزایش تنفر مردم از شاه بود. روزهای خونبار 17 شهریور و 13 آبان 57 هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمیشن. 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعداد تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد. بنابراین انقلاب مردم علیه شاه نه یک حرکت یک شبه یا تحریک شده توسط بیگانگان، بلکه نتیجه اختناق مطلق دیکتاتوری شاه بود که به محض اینکه مجبور شد به سیاست حقوق بشر کارتر تن بده و شکنجه و اعدام رو کنار بذاره، خشم مردم فوران کرد، طلسم اختناقش شکست و حاکمیتش رو مردم جارو کردند. خب نقش مجاهدین توی این انقلاب چی بود؟ مگه نگفتی که مجاهدین اون زمان توی زندان بودن؟ مجاهدین جزو اولین گروه‌هایی بودند که مبارزه با دیکتاتوری شاه رو آغاز کردند. هرچند که قبل از اینکه اونا وارد اقدام عملی بشن ضربه خوردن و اکثر کادرها و اعضای رهبریشون توسط ساواک دستگیر شدند، ولی اتفاقا همین موضوع موجب شناخته شدن و افزایش محبوبیتشون در بین مردم شد. مجاهدین به عنوان یک گروه مسلمان مبارز مترقی در همون بیدادگاه‌های نظامی از طریق دفاعیات جسورانه رهبرانشون خودشون رو به مردم معرفی کردند و جو یأس و سرخوردگی که در مبارزه با این حاکمیت به وجود اومده بود رو شکوندند. شهادت رهبران مجاهدین در 4 خرداد سال 51 راه جهاد رو به قول پدر طالقانی برای جوانان مبارز اون زمان باز کرد. نجات و این زادگان از کرزاده
بیدلیل نبود که در روز 30 دی 57، 4 روز بعد از فرار شاه از کشور، عده زیادی از مردم به زندان قصر هجوم بردند تا رهبران مجاهدین که جزو آخرین دسته زندانیان سیاسی بودند رو از چنگ رژیم خارج کنند. یعنی اتفاقاً پایداری مجاهدین در زندان نمادی از مقاومت در برابر دیکتاتوری بود و همین باعث روحیه بخشیدن به جوانان مبارز اون زمان شد. در حالی که در همون زمان برخی از مقامات حکومت آخوندی که اون زمان به زندان افتاده بودند با گفتن سپاه شاهنشاه و طلب عفو از شاه از زندان بیرون اومدند. اقدامی که دیگه خودشون به هیچ وجه تمایل ندارن که دربارش صحبت بکنن. ساعت 8 صبح آمدن ما رو از اتاقی به اتاق دیگر در طبقه سوم کمیته مشترک بند 6 بردن. در آنجا آقایان حبیب‌الله عسکرولادی، مهدی کروبی، شیخ قدرت‌الله علیخانی و تعداد دیگر را دیدم. آنها را از اوین به آنجا آورده بودند. ما از این دیدار خوشحال و خوشنود شدیم. آن روز یک مدال که خاطرم نیست، احتمالاً تمثال تاج شاهنشاهی روی آن حک شده بود، به ما دادند که به سینه هایمان بزنیم. در آنجا یک کمونیست متحشا را می گفت. بعد در آخر گفت: شاهنشاه‌ها، ما از شما سپاس می کنیم که ما را عفو کردید و ما از این پس می خواهیم به کشور خدمت کنیم. در همین اثنا در 3 تا 4 دقیقه رژیم شاه از این صحنه ها فیلم برداری می کند. تلویزیون مراسم عفو آن 66 زندانی را پخش کرد و در زندان قصر همه دیدند. خب حالا بعد از اینکه انقلاب پیروز شد چرا مجاهدین حکومت را 2 دستی تحویل خمینی دادن؟ این مجاهدین نبودند که حکومت رو به خمینی دادند. خمینی خودش روی موج انقلاب مردم سوار شد و با کمک شبکه آخوندی که در تمام شهرها داشت رهبری انقلاب رو دزدید. در واقع بزرگترین سرقت قرن رو در تاریخ به ثبت داد. البته این ماجرا هم جزئیات زیادی داره که در برنامه بعد بهش میپردازیم. فعلا خدا نگهدار.